با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما هستم که خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. با توجه به دنیای مشکلاتی که دیگه نمیخوام عنوان بکنم ولی مجبورم بعداً عنوان بکنم. من یک کلیپ 15 دقیقه‌ای میخوام بذارم. 4 ساعت آپلودش طول میکشه. سایت خیلی پایین هست. باید جامو عوض کنم و این مسائل مشکل. اما در این کلیپ ما به مرحله رسیدیم که دست بالا رو داریم، حکومت دست پایین رو داره. ما به مرحله رسیدیم که دیگه مردم از حکومت نمی ترسن. ما به مرحله رسیدیم که دیگه جوانا رو دیگه داخل نمی کنن، هرچی پیر و پاتا رو جمع کردن و تکلیف شرعی بهشون می کنن. ما به در مرحله هستیم که از کسی خط می گیرند که خودش خط خطی هست، از کسی خط می گیرند که یک جو شعور نداره، از کسی خط می گیرند مقام و منصبی رو غصب کرده که اصلا شکل این حرفا نیست. خوشحال نزی بابا حالا دستور بده دیگه، مردم تهمیت نمیدن چون میفهمن که بالا آب بس هست میگره و همه چی خراب هست. پیام شما داره گوش کنیم بعد من صحبت خواهم کرد. هر خانه، هر کوچه، هر خیابان، هر محله، هر روستا، هر شهر، هر استان، تمام ایران و مکانهای اجتماع ایرانیان در بیرون کشور را به محل سازماندهی، مرکز مبارزه و محور همبستگی برای بزیر کشیدن این رژیم ضحاکی بدل کنید. ببین دوستان، ما دیدیم، من که شما تجربه قصر دارم در کشور مختلف در جاهای مختلف، الان حکومت در بدترین وضعیت ممکن هست و کسایی که میان توی صحنه میارنش برو دواسی میارن یا اصلا فیلم دارن یا داستان دارن یا حکایت کار دارن، اینها افرادی هستن که بزده و ترسوی این تتمه حکومت هستن. یه تشر بزنید سم پرده هوا. پس بیایید اگر جایی آمده برای حجاب خواستن حرف بزنند دیگه الان وقتشه. حجاب به زنها خواهند گفت و زنها کم نمیارن و مردها یه دفعه اونجا رو محاصره کنند. ببین به چه روزی میفته. اگر نشستن رو زمین و خلاصه به فرانخوری نیفتادن و اینا، من هیچی نمیدونم، هیچی نمیدونم دوست، هیچ نترسید. اینا همشون دیگه بازی رو باختن، خودشون میدونن. این تلاش مذبوحانه است. اصلا هر جا که دیدی خان رفت به چیز است کمین کنید. کمی که کردید اون میاد تذکر میخواد بده، بلافاصله حمله کو دورش بگیرید. به تو چه مربوطه؟ وقت خاک بینی دماغ زمین بکشه نزنید، نکشید. ولی اگر دیدین که چاره ندارین واسه فقط دستگیرش بکنید، اون بسشه، اون دیگه بره اونجا پیداش نمیشه. حالا من مطمئنم دوستان میزنن ولی من توصیه نمی کنم، کتکش میزنن که از این غلط دیگه نکنه. دیگه تموم شد، 44 سال کردید، حالا نتیجه ببینید. به ذلت و خفتی افتاد دیگه در تاریخ سابقه نداره. چرا شماها غریب کش و ضعیف کش از این بیشرفای حرم زاده کسافت ها؟ چرا؟ چون تو سوریه چه خلط نمیتونی بکنید، چون تو لبنان، تو عراق، تو هیچ فلان نمیتونی بکنید، همش نیابتی. پولی تو به جای من برو. ولی اینجا که می‌رسید، چون اولش خمینی دجال بیشتر با اون خلخالی و همسو تیم اعدام کنه خارج از کشور آمد از صورت لیست دادن، ترس داره مردم ایجاد کردن. ولی همه این بچه ها نمیترسن، جیگرتون رو در میرن. دوستان هر جا که چیز شد هم سرسا بکنید، هم حمله بکنید ماسترش به طرف رو، ببین چی روش میفته. بقیه فرار میکنن، داری هیچ شکل نکنید. شازده هایی زمان فرار دارن. همه جا رو بکنید برای این کار. مقابل مثل میکنیم، از خودمون دفاع میکنیم، حق مسلم ماست و حق مسلم اونهاست که اونها دیگه مملکت از این بدتر که نمیشه دیگه شده. پس دارم همینجا میگم با زبان خیلی ساده و سلیس که زدن، یکی زدن، خواسته شما خود بس به انصاف رو داره، یه داد زدن 50 داد سرشون بذارید، چون دیگه اینها در موضع ضعف قرار دارند. خامنه ای جوری شده که نزدیکانش دلش کردن رفتن، گفته تو دیوانه ای. دیوانه هم هست بابا، بل بلا بلا بدین به هرچی حساب بکنید. خامنه ای خودش هم میفهمه که زهده کار نداشتش دادن، فکر کار رو بکنند حله. نه خیر آقای خامنه ای، تو بادشی قرار گرفتی و بادشی هم هستی. گلپایگانی فرش کشیده بشید چی بار بدبخت گردی. بله آقای گلپایگانی، آخر جاده همینه، پسته ها تلخه، راه دشواره، و در مقابل 80 میلیون میفهمی یعنی چی؟ اگه میفهمی چی گوهار نمیخوادی بگه آقا با داره حجاب داره چی داره؟ دیگه وقتی بسید.
از آن که بحث اسرائیل و حمله و اینا هم بازی خودشون هست، میخوان توسط شما شو اجرا بکنن. بعدش هم چی شد؟ خب حالا بحث محاکمه جنایتکار جنگی اونا به جای خودش هست. پس با هم هماهنگ باشید، گروه تشکیل بدید، دست تشکیل بدید، تو هر محله خود هم دیگر میشستن دیگه، کار نداره. بلا فاصله به محضی که به قول معروف دیدین اقدام کردن، شما با توجه به تعدادی دارید چون قدرت در تعداد هست، دو تا تشدد، دو تا توپ، دو سرسا بکنید چی کار میکنن. اگر تو خیلی پیداش شد من گردن میدم، این شما شک نکنید. الان وقتشه که با اینا برخورد بشه، تقاس بس بدن و سعی کنید که نوجوان ها و جوان تو قصه دخالت نکنن، چون اونا احساساتی میشن و میزه اینا لط و پارشو میکنن. اما اصلا من نمیخوام بگم حقشونه، ولی خب نکنیم، سعی کنیم بازداشت بدن که بعد یا برای بعدی تو خواهم گفت چیکار کنیم. خب من چند تا کلیپ میزنم، چی شرط کلیپ سیستم نمیزنم پوسترش، کلیپ هایی که دوست دارین بشنوید از تحصیلات دکترای آقای رئیسی و امثال هم و همه جور خودتون رو باختن دیگه، خودتون بهتر از من میدونید. خدمت شما هستم که ببخشید دوستان، اینا بنزین میخوان گیرون بکنن و میرستری به احمق رو بردن که برتو بگو و اینی اینه بهتون بگم که گیرون شدن بنزین یعنی آتیش روشن کردن در سطح جامعه و کل جامعه و دیگه اینا خودشون هم میدونن. البته بنزین گیرون کردن میتونم بگم خود اینا هم راضی نیستن چون سخوزنی خود اینا میچرخه، ولی اون آخر فشاره که میخوان مردم بیارن بیارید، نتیجه شو چی ببینید، در هیچ شکی نیست. تأکید میکنم دوستان قبل از هر کاری با هم هماهنگ کنید، با هم گروه تشکیل بدید و هیچ کس نشه نفوذ، نفوذی نیست دیگه، تموم شد دیگه، کسی قدرت نداره بیاد اخبار نفوذی ها رو پیگیری خود بکنه به هیچ وجه. نظام اصلا پاشیده، تعدون تصفیه شد، به خصوص عید فطر که دیدین که خامنه‌ای چرت و چرت بدی میزد از شرق و غرب همه یو هیچ حرفی جمع بکنه و این دلیل است که بچه‌ها دو روز بعد اینکه بعد گریه کرد و تخت بزنه. خب من سعی میکنم که دیگه یکی رو ببینم. از هر چیزی بیشتر رو همین مرحله همکنون از هر چیزی بیشتر رو همین مرحله اصالات و فروپاشی نظام هست طبیعتاً، ولی خب فکر راجع به دوران انتقال هم داره میشه، همطور که شما پرسیدید، هم برای کوتاه مدتش، یعنی بگیم در همون 6 ماه اول چه اتفاقاتی باش بیفته در کوتاه مدت، بالاخره مملکت که نمیتونه از کار بیفته و چه کارهایی باید پیش بینی کرد و در نظر گرفت، و البته برای دراز مدتش که اون بیشتر مستلزم نظرات و پیشنهاداتش که گروه‌های متخصص میتونن بدن، ولی من فکر کنم این مراحل رو واقعا باستی هر چی بیشتر بستر این همسویی و همکاری رو فراهم بکنیم که به قول معروف هیچ کسی سرش بیکلا نمونه این وسط، به همه احساس حضور و مشارکتشون رو در این جریان بتونن داشته باشن، به شکل مساوی بدونن که شهروندان ایران خواهند توانست بالاخره به دست خودشون تعیین سرنوشت بکنن که این خاتمه نهایی تمام این تلاش هاست برای روشن شدن آینده. من بالغ بر 110-120 هزار سوال برای من اومده که آقای محمدی آیا فکر شده برای اون پولهایی که ودیعه دادیم یا این کاری کردیم یا اون کاری کردیم و امثال هم؟ دوستان عزیز قطعا شده، من در حد تمام این کاری کردم. یک گوشش بهتون میگم، شما فرض کنید یه ماشین دارید، فرض میکنم یه ماشین دارید 1 میلیارد تومان قیمتشه، پولای ودیه، پولای پیش، پول این، پول ایگرگ، پول بانک ها، اینا همه شما خدمتون عرض می کنم، فرمول ساده بهتون میگم، شما تا آخر خودتون بگیرید. ببینید اصلا فرمول خودمه، پیشنهاد منه، بسی به نظر مجلس مؤسسان و افراد قانونگذار و افسران داره و پیشنهاد من میدم به خاطری که کمتری ضرر رو شما بکنید، میایین پول شما رو در زمانی که
این اتفاقات افتاده، مثلا 40,000 تومان بوده، 50,000 دلار بوده، 60,000 تومان بوده، هر چی بوده فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. یه فرمول ساده و کارا میان پیشنهاد دارم میدم ها، باز نه اومده قضیه است، نه پیشنهاد دادم بیاید بیان، اونا میان این کار انجام میدن. آقا در زمان تاریخ مشخصه دیگه، دفترچه هست، این از اون از اون از اون هست، قرارداد خونت هست. در اون زمان شما فرض میکنیم که 10,000 دلار نتی بخشید، 10 میلیارد پول تو بانک داشتید یا به ودیعه دادید یا هر کاری کردید، فرق نمیکنه. اون رو به قیمت همون روز دلار محاسبه میکنند، فرض میشه 10,000 دلار، مثال میزنم 10,000 دلار میشه. این 10,000 دلار در اصل پول شماست، اون تورم اصلا اون اصل مایه مهم است، یا یورو فرق نمیکنه. و بعد شما به یک ماشین 1 میلیارد تومان، ماشین ارزون میشه، میاد پایین، میاد پایین، میشه بعضا که 20 میلیون تومان. شما باز 20 میلیون تومان دارید، اما به خاطر این افسار لجنگوز گسیخته تورم اصلا نباشه، پول شما در اون زمان بستگی به تشخیص قانونگذار و تشخیص واسه هم سرون داده که شما 10,000 دلار چیه پول داشتید. حالا دلار میشه 100,000 تومان، میشه 20,000 تومان، در فرق نمی کنه. بر اون مبنا حساب میکنند و طرف رو میگن آقا پول اینو بدی مبنا بده، نه اینکه بیان دلار رو به قیمت اون روز حساب بکنن. بعد بحث مسکر، چون یکی معضلات بزرگ کشور ما بعد جا به جای حکومت که به زود اتفاق میفته، چرا عملات اتفاق افتاده شه، این است که پول بدیه نمیتونم برگردن. خونه قیمت اومده پایین، ببینید خونه قیمت مثلا اومده خونه 10 میلیارد 20 میلیارد تومان اومده به 2 میلیارد تومان، به 200 میلیون تومان. وقت داره طرف پولش میخواد بگه نه نمیشه، طرف پولش میکنه به دلار میگیره، چون قیمت دلار همون روز همونی است که است، یعنی اون پولی که داشت دقیقاً همون رو به دلار یا یورو یا یه پول فرق نمیکنه. تا زمانی که اون ابتکاری که در جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی دوباره آلمان به خرج داده شد، اون ابتکار تو کشور به یک جوری اعمال بشه. اونم این بود که آمدن مثلا اواخر وقتی میرفتن نون بخرن تو آلمان بعد از جنگ دوم، با گونی پول میبردن. اما دولت آلمان اومد به تمام افراد آلمانی یک دفترچه داد با 10 مارک پول توش، و با اون 10 مارک شروع کردن. وقتی به نخست وزیر گفتن که پشتوانش، گفت بازوی مردم ما، ما فکر ما، بازوی ما فوقی حرفاست، در نتیجه شلوغش نمی کنیم، نمی ترسیم، نمی لرزیم، ما همون 10,000 دلاری که داریم، ها 10,000 دلار خودش 1,000 تومن، خودش 100,000 تومن، فرقی نمی کنه. بعد اگر نه بلبشور کشور میشه، شلوغ شده خواهد شد. من رو تر اقتصادی کار زیاد کردم، کار تجربه زیاد دارم، کار اجرایی زیاد کردم تو قضایا، و باعث افتخار من در خدمت شما باشم. من تمام هدف این است که نه سیخ بسه نه کباب، کم تنیز نره داشته باشیم، بچه با آرامش برسیم. جامعه تا بارش نرسد رشد نمی کن، تا جامعه با آرامش نرسد نمیتونه خودش جمع کن، تا جامعه با آرامش نرسد الاخر. اما از دیروز پریز که اعلام کردن، جالبه ها، ببینید همیشه دود تو چش خودشون میره، اعلام کردن که جنگ میخواد بشه، ما این حمله میخواد فلا میخواد بکنن، باز نه ایرانی ها، اینا ککشو نمیگه، چون ایران دیگه میفهمن چه خبر هست، شاید 2-3%، 5%، اما 94-5% مردم این شیر واکسن میگن ما دیگه تمام ترسیم از بین بلا بود، اکنون ترسیم در این بلایی. خب الان در سطح دنیا اتفاقی که افتاده تو بحث تعطیلات، 94-5% مردم بالاتر از 15-16 سال دوباره به استرس استراب افتادن، چون نون کثافت استرس استراب رو خوردن، به خورشون دادن، حکومتشون کردن، و مصرف داروی روانگردان و روانشناس آرام بخش سر فرق داره میزنه. این در فرانسه پیش اومد، تو آمریکا ترسه و دارو، الان یه اتفاق داره میفته، میگن اینجوری اینجوری اینجوری، نمیفهمن چه اثر رو نیروی خودش میذاره، چه اثر رو بچه‌هاش و جوانش میذاره، چه اثر رو مردمش میذاره. خب مردم نمیرن برای جنگ، نمیرن دیگه، کور خونده چون اون زمانی که این شروع بازی در میورد. حالا اسرائیل چرا عقب نشینی میکنه؟ چرا غزه چرا فلسطین عقب نشینی میکنه؟ چون نیروش دیگه نمیرن. تا هیچ شد دیگه برید پای کارت بابا، جنگ رو خودتون باشه. شما برو آقای فلا با خود شخص آقای فلا با هم دعوا بکنید، هم دیگه بزنید و جود در بیاد. پس میخوام بهتون بگم که برای این همه کچارن چی شده، من کلیدی یه باز تا صبح میزنم براتون، و افتخار من در خدمت شما هستم، و ما کاری باید بکنیم که از تجربیاتمون کارمون بربرداری بکنیم، چون دوره برای شاهزاده من بگم اصلا آدم های فوق العاده خوب، اما جراح خوبی نیستن،
کار عملی کنه خوبی نیستن. جوانهای ما، مردم ما تو ایران از یک جوان 14 15 تا یه آدم 90 سالش توانمند از کار اجرایی یه نگاه میکنه کار انجام میده، کرده، بلده. دو صد گفتار شدیم کردار نیست، بلدن، و این باعث خوشحالی ملت و کشور خواهد بود. باز کلیپ بزنم، خدا نگهدار.